ایمان تو هم اینجایی سلام عیدت مبارک چقدر دلم برای تنگ شده بود انگار همین دیروز بود اینجا بودی آره واقعا همین دیروز بود واقعا سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز مسابقه قهرمان با یک قسمتی از برنامه قهرمان در خدمت شما هستیم و آقای ریاسی هم یه صحبت کوچیک داشتن به صورت خیلی جدی داشتم باهاتون بگید من سلام علیکم بعد شما میگی یا الان میگی صحبت آره جدی رو شما بکنین خیلی من دارم انجام میدم سلام و عرض ادب خدمت بیننده‌های محترم خیلی خوشحالیم که با یه قسمت دیگه از برنامه قهرمان در خدمتتون هستیم کلی اتفاقات جذاب کلی ورزشکار از گوشه گوشه ایران در این ایام عید که داریم تماشا می‌کنید عیدشون عید مردم ایران هم مبارک بله ماه مبارک رمضان هم مبارک باشه به همه هموطنان عزیزم در یک شرایط ایدئال پر از جشن و سرور میخوایم این قسمت از قهرمان رو با حضور شرکت کننده های جذابمون یوسف جان از گوشه گوشه ایران آغاز کنیم بریم تصاویری از آنچه که امشب میخوایم تماشا کنید رو با هم ببینیم برمیگردیم با یوسف تیموری در خدمت شما هست بریم بیا بیا به خدای آخر منو میندازه این راه صاف این آتیش داره میشه من بگی که عیدت مبارک و میمون دوست من عیدت مبارک و میمون خیلی ممنون یوسف اون الان میای خودتو نگهدار حیف شد میشه من بگی که عیدت مبارک و میمون اینا چیه؟ آی آی گوش کن به جملات جذاب مردم گوش کن چه برنامه جذابی امشب خواهیم داشت آقای تیموری درسته؟ پس عید من مبارک و میمون آه یوسف دوست داشت که من بگم که عیدتان مبارک و میمون یه همزاد هم دارم اون خارج از کشوره میشه بهش بگین عید شما مبارک و مانکی عید شما مبارک نه بابا این میمون و میمون نیست خیلی خب میخواییم به سرعت آغاز کنیم این قسمت از برنامه قهرمان رو بریم با چهره های زیبای شرکت کننده آشنا شیم و ببینید تصویر رو ولی امروز معبدت کمتر شده اون هندیه بود که توی معبد برادر سلمان خان چاخان خان بله. که این چاخان کرده بوده و پسرش میخواسته ازدواج کنه من چاخانی کردم تا حالا نه شبیه اون شدی شبیه آره نه اتفاقا واقعا بهترین رفیقی در کمال صداقت حرفشو میزنه تعارف هم نداره عزیزم. ولی شبیه من اونجا که دیدم تو قسمت قبل شبیه چاخان خان پسر عموی سلمان خان خب که سلمان خان خب و شاهرخ خان بله. اینا با هم دیگه برادر بودن شاهرخ خان تو فیلم بازی نکرده سلمان خان بازی کرده بله. و اینا با هم دیگه ادامه دو قسمت اون دو مونه بله. و این دوست نداره که میدونی میگه تا صبح ببین واسه بعد میگه تو یعنی یه قسمت کامل قهرمان رو میتونه از اینا ببین آره قهرمان خان قهرمان خان هم بعد میهمانه به عنوان میهمان بعد میبینی که این وایساده نمیذاره چاخان خان دخترش با قهرمان خان ازدواج کنه
بعد در آخر میفهمی که با من نیست، من ازدواج کردم. حالا خانم ناراحت مثلا سر داری. آره من در انداز بخاله بعد میاد میگه پدر چرا پدر من بعد ازدواج کردم. تو میگی که من دوست ندارم تو، اگر ازدواج کنی من با تو بالای معبد میکشمت. بعد اون بار اول قبول میکنه، بعد تو میگه که من ازدواج نمی کنم پدر، تو رو دوست دارم. تو اینجوری میکنی. خب من اینجوری میکنم. بعد در آخر میفهمی که مخالفت برای چی بوده، چون قهرمان خان که اونا نسبت داشته با سلمان خان و شاهرخ خان، خب میشن پسرعموهای شاهرخ خان. اینا یه مشکل قدیمی داشتن. تکواندو و ژیمناستیک رشته شرکت کننده اولمونه. بگم بگیرش چه 15 سال سن مگه ول میکنه دیگه شاهرخ خان رو. 15 سال سن داره، اصالتی اردبیلی، ساکن اسلام شهر و نوجوان میشه گفت دیگه، در واقع داره وارد جوانی میشه، قراره که مراحل برنامه قهرمان رو طی کنه. براش آرزو موفقیت میکنیم و دعوت میکنیم که روی صحنه قهرمان بیاد. آقای علی اصغر سلمانی، سلمان خان، سلمان خان. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. پر انرژی. علی اصغر جان آماده ای؟ یه نفس عمیق بکش. پدرشون رو ببینم. آقا ماشاءالله پسر گل برادر. ماشاءالله. سایتون بالا سرش باشه. ان شاءالله که موفق باشه. متشکرم. علی اصغر جان با شمارش من. 3 2 1 ماشاءالله. خدایی چه پدر پسر جوونی ها. حالا این آدم باباش تو این سن باشه. نه. بابا مواظب باش. حالا بابای منم بیچاره خیلی پیر نیست. ماشاءالله. از 4 سالگی پدر با پسر ژیمناستیک کار کرده. خب پس احتمال رفتن به مرحله دوم زیاده. آفرین. برو. حالا اصغر. حالا حالا. اشکال نداره. قدم نشد دیگه. قرار بود خیس بشه که شد. چون اگه اونجوری انصراف می‌داد من مجبور شد بودم که اشکال نداره علی اصغر. خب همین که بیا. بارکلا بابا خوبه. پسرم عالی بود بابا جان، عالی بود. شما راضی باشید. زنده باشید. بوق استادیوم آوردن برای تشویق شرکت کننده ها. یوسف از استان زیبای گیلان، آقای تیموری رشت، ولی بله اینجا هم حضور دارن، مثل که زیاد هم هستن گیلانی ها در استدیوی قهرمان. از روستای لاشک، یک روستای جذاب، بکر، زیبا که مطمئنم این روزا هم که در عید به هر حال شمال کشور مسافر بسیار زیاد میره به خاطر جاذبه‌هاش و جذابیت‌هایی که داره. 22 ساله و تکواندو کار کرده، 2 استقامت کار کرده و قراره که اینجا روی صحنه برنامه قهرمان بیاد. آقای علی پور قربانی رو تشویق میکنیم. خیلی خوش اومدی علی آقا، خیلی خوش اومدی. با اقوام یه خوشبشی میکنه، مادر علی آقا همراهی میکنه و بهش انرژی میده. یوسف جان چقدر لباس جذابی پوشیده. علی من از این دور اون میدون شهرداری رشت، درسته؟ بله بله. میدون زیبا در شهر رشت. خیلی باری کلا بهت که اینقدر وفاداری به جایی که توش زندگی میکنی. آماده ای؟ 3 2 1 آفرین پسر، آفرین. مسلط و راحت یوسف. آفرین. این مرحله رو رد میکنه، یعنی مرحله اول رو. ماشاءالله مادر.
ایشون جوانترین مربی سال 99 انتخاب شده ها. مربی جوانترین مربیه که در سه جا 22 سالشه. میتونیم میتونیم آدم این فرصت دوباره است ها علی جانا. ما در قبل من دوباره تکرار میکنم من که بیننده ها با قوانین ما آشنا بشه. اینو آقای تیموری در برنامه بنا گذاشت که این فرصت رو یه بار در این مرحله به شرکت کننده ها بدیم. باید ممنون شما باشن ها. من اگه تو برنامه بعد دیگه اجازه بده من ازر سخت گیری کنم. بله بله اجازه میدونم. من میخواستم بگم که پدر ایشون در اداره پست کار میکنه و اطلاعات دیگر رو بدم که علی جان زبان کلا علی جان آقای تیموری بفرم. من داشتم اون ور دنبال شما میگشتم. نه من اینجا خیلی وقت اینجا ایستادم. من آدم منضبطی هم. بسیار عجیبه. آخه خدا رحمت کنه. خدا همه یکی از همکارامون بود. آره بذار حالا که یاد کردیم خدا همه رفتگان رو رحمت کنه. داشتیم هم صحبت میکردیم. خیلی ها شاید سال اول عیدشون باشه که عزیز از دست دادن خیلی تلخ و سخته. روح همه شاد باشه ان شاءالله که از هر خانواده ای هر کسی از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. الان بیننده عزیز میگه علی آدمی یوسف تیموری طرف فوت کرده خب خیلی با هم دوست بودیم کار کردیم زیبایی اندام کار کرده 39 سالشه اهل قوم نه 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 دارم آقای کردآبادی رو میگم ما همیشه فکر میکنیم قهرمان کسیه که زور بازو داره هستن ها ولی من احساس میکنم قهرمان کسیه که از پس مشکلاتی که در زندگی براش اتفاق میفته به نحو احسن برمیاد یعنی خودشو از اون اتفاق ناگوار تلخ حالا هر موضوع اجتماعی مسیرهای سخت زندگی خودش رو میتونه بکنه به نظر من اون قهرمان گمنام این سرزمینه حتما قهرمان کسی نیست که ما اینجا وایسیم خیلی خوب گفتی نمیدونم بگیم آ این قهرمان فلانی این زنگو زد این نه ما قهرمانهای عجیب غریبی توی سرزمینمون داریم یا به قول آقای خیابانی به قول آقای خیابانی قهرمان اونی نیست که ببره قهرمان اونی که ببازه و میدونه که باخته نبره که ببازه اون که باخته میبازه چرا گیر دادی به آقای خیابانی؟ نمیدونم همینجوری از استاد گفتم بله حالا یادی هم خواهیم از آقای جواد خیابانی خب من خواستم بگم که آقای خیابانی خیلی مخلصی جناب آقای حامد کردآبادی رو تشویق میکنیم که روی صحنه برنامه قهرمان بیاد من رفتم تو دام اعتیاد و رفیق بازی حساب کنیم کارتون خوابی شده بودیم دیگه افسردگی و دیگه مواد میزدم گریه میکردم فامیلا هم که به قول معروف دیگه ما رو ترک کرده برای این بری با بچه دیگه یه خلایی دارم که اصلا پر نمیشه ولی غیرته بود دیگه ما یه چون رفتن دیگه مادرم داره گریه میکنه الان میگم بغض میکنم مادرم هم اصلا خیلی دوست دارم بعد یه هایی رفتم خدا میکردم ترک کنم یه ماهی با مواد کلنجار رفتم سه هفته با خدای خودم نگفتم خدا یا مرگ یا پاک من مشکل من این مواد نیم میخوام هر طوری این بره کنار من تونستم ترک کنم آقا من الان با عشق ورزش میکنم که مثلا همه میبینم میگن تو چی زدی؟ آره عشق ما عشق خدایی شوق سماه به نظرم باید ایستاده برای این قهرمان های سرزنیمون دست بزنیم مرسی دمت گرم خواهش میکنم دمت گرم
با شمارش من آماده با تمرکز 3 2 1 باریکلا باریکلا مسلح ورزیدن یا بعض مثلا دیدی بدنای خیلی چیز دارن یه این مرحله براشون سخته انگار مثلا عضلاتشون اجازه نمیده تو داری منظور وزن رو میگی آره وزن رو میگم یه لحظه فکر کردم حامد شنا بلد نیستی ها خوشحالم که پام به اینجا باسه تا اینجا تا این مرحله اومدم رشته ورزشیم نبود ولی دیگه شرکت کردم چیزی میخوردی؟ اینا چیه؟ میشه ببینم با بالا بلا اینجاش مونده یعنی 10 ثانیه نیست این بلال رو آوردن گفت شرکت کننده بعدیمون جای دندون آقای تیموری رو بلال اصلا خوردی هم رو اینجا ببین اینجا دندون های تیموریه خب این چون اینجوری جای دندون های سیدیه آه یعنی تیموری سیدی با هم خوردن چجوری بلال میخورن سیدی؟ حالا دیگه نمیگم اسمشون میاری بلال خوردنش هم برای یه اسم آقای سیدی رو نگیریم نه اون سری خونه شون خواهش که فقط جلوی خودم بگو چه خواهدم که تو این کار رو میکنی بدنسازی کار میکنه 18 ساله از سر پل ذهاب میاد آقای کشتمند رو میگم آقای محمدی چقدر خوشمزه بود آقا این بلالایی که آوردین پدرشون کشتیگیر و کشاورز ذرت میکارن برای ما سوغاتی آوردم این ذرتی که به من داده این ذرتیه که به آقای تیموری داده میخوام یوسف دست جانانه بزنیم برای همه کشاورزای این سرزمین توی نوروز هم که تصاویر دیدنی از شالیزارا و کشتزارها و اینا بوی خوب انصافاً خوش به حال هرچی کشاورز دست تک تک کشاورزای نازنین رو میبوسیم امیدوارم که این خاک حاصلخیز دست کشاورزای کار درست مملکت باشه که بتونن از این محصولات جذاب برای مردم ایران کشت کنن آقای محمد علی کشتمند رو تشویق میکنیم تا روی صحنه بیاد با اجازتون دلتون نخواد منم یه گاز بزنم دیگه آقای بفرمایید خیلی خوش اومدی آقا خیلی خوشمزه بود از همینجا سلام عرض می‌کنم خدمت خانواده محترمشون خیلی خوش اومدید آقا چه خوشمزه بودیم بلال من طاقت نمی‌آوردم دست شما درد نکنه خیلی خوشمزه بود آماده ای با شمارش من 3 2 1
یوسف من معرفی میکنم. نه نه شما معرفی کنم. من میخوام از این به بعد اونجا چون گفتم بارها گفتم برق برقه که نیست مرغ مراقبت مرغ مراقبت مراقب خستم کرده نمیاد مرغ مراقبت خروس یا مرغ مراقبت از دورم میگن رو یک میاد آقای تیموری با مرغ مزاحمت جمله بساز از خرم آباد میاد 25 سالشه بابا نچشم جوانه من فکرم مرغ مراقبت رو داری میگی با ایشونو داری میگی یه دفعه رفتم گفتم کی مرغ جوانه شایسته جناب آقای عرفان سالاری رو تشویق میکنیم تا روی صحنه برنامه عضو نوپا هم هست بعد ببین واقعا آمادگی جسمانی هم کار کرده از خرم آباد آقای آماده برای حرکات مهیه عرفان عزیز خیلی خوش اومدید آماده ای؟ 3 2 1 بفرمایید باری کله عرفان من پشت صحنه دیدمش خیلی بچه خونگرم بچه های گل خوردم آماده بله توی همشهریاشون هم من دوستای زیادی دارم همه جا آره علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ابراهیم میرزاپور که باز دروازه‌بان تیم ملی بود در گذشته رفقای خوب من چقدر مسلط و خوب میرسه به این مرحله که یک طراحی جذاب و خوش سلیقگی که بچه‌ها کردن از سنت ایرانی استفاده کردن قالی بافی خودش هم عضو نوپوه و پلیس دیگه بله این یکی رو داری میگی؟ تمرات داره قالی داره قالی دیگه؟ آره منظوری داره قالی بود دیگه ببینه آقا اسمش داره قالی بود آره آها پیدام قالی عرفان خسته نکن خودتو زودتر تصمیم بگی به نظرم و داره میچرخه میتونه به نظرت یا نمیتونه عرفان اگرم اگرم نتونستی واقعا توی زمانبندی تا اینجا رو خوب دارم دست خسته میشه یوسف دست بله. خسته میشه توی این مرحله و عرفان توی زمان اومدی به شدت عالی بود یعنی از شروع که اومدی این حرکت رو هم رفتی حرکت دوم واقعا خیلی عالی بود ممنونم عرفان جان عرفان هنوز شانس داره برای اینکه در مسابقه حضور داشته باشه خیلی تشویقش کنید بعد زمان بندی رو ببینیم آقای تیموری فکر کنم یه ذره معطلی چرا ما فاصله میگیری نمیدونم آقای محترم چرا هر جا من میرم نمیای هر جا تو میری من هی میخوام دنبال تو باشم من اغلب جایی که هستم خودم همیشه پیش دوستام ولی نمیدونم اونها چرا همش دنبال منن خب بخاطر اینکه خیلی جابجا میشه خیلی واضحه خیلی زیاده آره خیلی حول محورش خیلی زیاده تاب سومی خیلی بد بود هر چی کردم تعمیرش کنم این تابشو بگیرم نشد دیگه هر چی یک دو بارم کشیدم بالا که تابشو نگه دارم دیگه دستم خسته شد آماده ای؟
میتونه بهش میگن عده عباس محبوب در میاد آره میگه اب نداره اونم یه استعداد دیگه آقای تیمی بله بله چقدر راحت باری کل یوسف انگار صد بار تمرین کردن سنگ نورده مثلا بازی های ما رو نگاه کن چه برو یا بار امتحانش کن چون کسی تو برنامه ما تا حالا نرفته یوسف به نظرم امتحانش کنه خوبه از چند نفر رفتم ولی خب نتونستم برن ولی محکم زنگ بزنه خیلی جذاب خدا کنه بتونه نمیتونه خیلی سخته من عرضه بلش کن آسیب به خودت نزن همون کوتاه رو برو آخ مراقب باش تمرکز کن عرضه عجله نکن با تمرکز استرس گرفتم مثلا دهنم خوش شده ولی خب ترکون ان شاء الله مرحله بعدی هم همینجوری میترکون من یه پیشنهاد عالی برای زوجایی که به زودی میخوام برن خونه بخت دارم بهترین گزینه برای انتخاب جهیزیه لوازم خانگی بوسته به خاطر اینکه هم قیمت مناسب داره هم کیفیت مناسب من حتی به چاخان خان پیشنهاد دادم که اگر موافقت کنه پسرش ازدواج کنه چاخان خان رو می‌شناسین ایمان خان پای بیاسین اگه موافقت کنه پسرش ازدواج کنه همین محصولات رو براشون بفرستین هندوستان بوس انتخاب بوس شرکت کننده بعدی 23 سالشه از شهر زیبای قزوین روستای زیباتر قلعه جوق آقای محمد شاه سواری به افتخارش دست بزنی یه دقیقه بیا برکن یه دقیقه برکن تو بیا دی یه دقیقه من آخه اومده این آرشگری به میاد میده ایشون البته دلاور که خودش استادمه ایشون اومده داره یاد میده به آرشگری این اصلا امتحان کنه چش تو به من امتحان نه کوتا که نمی کنم که آقا من تو میخوام درست کنم دو ساعت درست کنم اطمینان کن یه دقیقه درست گفتی اولی اینجوری بزنم یوسف نکن یوسف کلی ضبط مون داره خب اینو بزنیم اینجا ازت خواهش میکنم خب لطفاً کوچشاتو ببر لطفاً ببینم چقدر شبیه قشنگ تو معودی انگار چاخان خان در آرایشگاه خب اینو بده ازت خواهش میکنم یوسف روشن کرد این یه دیگه یوسف من همینجوری کمه پشتمون نه این فقط بخواستم به ثابت کنم که ببین من حتی در این شرایط یک آرایشگر رو قرار بگیرم موهای دوستم رو کوتاه نمی کنم یه دفعه این مو رو همکارم و استادم قبلا آماده داشتن به موهای شما دست جان من نزدی؟ آقا شما نگاه کنید زدی؟ نزده واقعا؟ خیلی خوب خب حالا در رو اینو درش بیار آره خوشحالی یعنی که خود قهرمان و شرکت کننده بعدی اینجاست آیش عصباری همیشه مطمئن بودم شک از همه استفاده میکنه استفاده ابزاری داره میکنه آرایشگر عکاس آهان دوربین تو بردی؟ دوربین همو نگه خب پس برو سر خط چیم افتخارش برو محمد جان برو شما
ایشون هم هنرمند هستن، عکاس و آرایشگر. همین که خب گرم شده بعدی مسئله الان در بقیل اون آتیشه گرم، یعنی واقعا سه بار آتیشه زدن که گرم شه، سرخ نشه و گرم شه. محمد جان آماده ای؟ 3، 2، 1 بفرمایید. باریکالله، خیلی راحت و مسلح دیگه. آقای تیموری گفتن دیگه، عکاس، آرایشگر. محمد شروع خوبی داشته باش، با شتاب برو. باریکالله. ببین آرایشگرها، آرایشگرها وقتی مو خیس میشه راحت مو کوتاه میکنن. ببینم خودشون هم وقتی خیس میشن میتونن مو خوب کوتاه کنن یا نه. به جون خودم من اینو نگفتم که بیفتی، فکر کردم میبره. باری کلا بفرمایید خیسش کن، ببین که چی میشه. یک جوان 20 ساله که تیموری نیست، باز نیست، یعنی این برج مراقبت هم کاری از دستش بر نیومد برای کنترل و وایسوندن یوسف تیموری اینجا. محمد رضا سلطانی از قزوین، ساکن کرج، 20 سالشه پسرمون. تشویق میکنیم تا روی صحنه برنامه قهرمان بیاد. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. ایشالله خوبی؟ شاک سرحال قبراق با شمارش من. 3، 2، 1 بفرمایید. این وسط اگه آقای تیموری رو هم پیدا کردیم راهنماییش کنید به سمت برج مراقبت. بیا آقای تیموری لطفا. باریکلا چقدر از 12 سالگی کار کردن همین نتیجه رو میده. از 12 سالگی داره کار میکنه. اصلا آسون نگیرش. برو برو رفتی سلطانی جان، حواست به زمانت هم باش. ولی اصلا راحت. آره آفرین، درسته. راحته، میتونی تک؟ آره؟ نه بپک سنگوار رفت جوف بگیش. من میخواست بپره که نشد. خب من قهرمانی بوکس آزاد آسیا رو دارم، اصرار زدم برای بدنسازی. بعد از 3 ماه دقیقا قهرمان کرج شدم توی استان. سه دو یک بفرمایید. آقای تیموری بوکسور هم هستن جهت اطلاع شما. چرا نگفتید به من؟ گفتم چون الان میری پایین میخوای مشت بزنی و اینا. گفتم منه الان بگم. سعید، چه کاری بود سعید؟ نه مرسی. تشویقش کنید. اشکال نداره سعید. یعنی فقط مراقب اینجا باشن، اون مقصد پله پایینیه. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. سلام مجدد. طبق معمول داریم می‌ریم وسط برنامه برای شرکت کننده بعدی و ایمان قیاسی نیست. من اون الان میای؟ خب نمیومدی. من کشیدم پله ها. به خدا تو همین الان نبود با کارگردان هماهنگ کرد.
بعد به من میگه چاخان خان. بعد میگه صف نونوایی هر کی زودتر بیاد. اگه من چاخان خان پسرم، تو چاخان خان پدری. خب بریم برای منو برده بودم پله‌ها دویده. صد سلام میکنه. محمد سلام چرا میکنی؟ محمد آریا نسب شرکت کننده بعدی ماست که به روی صحنه میاد. امیدوارم که میخوام یه آرزوی عجیب غریب بکنم. اینجاها بخوره زمین. چرا؟ جذابتره. تا حالا کسی اینجا نخورده زمین. پس فکر پول دادی اونجا بخوره زمین. نه. نه با. حرف در نه. شوخی میکنم آقا، به خدا شوخی میکنم. آقا ورزش کاره. آقای محمد آریا نسب رو تشویق میکنیم روی صحنه ما بیاد. امیدوارم تا مرحله آخر بره. ایمانم انشالله. آره بابا دیگه فکر کنم همه متوجه میشن. بله هم من هم شما این نمک ریزی داریم. خیلی خوش اومدی محمد جون. خیلی خوش اومدی. خوشونت دارم محمد. آماده ای؟ بفرم. من یه چیزی بگم چون خودت دوست داری یا میخوام به بیننده ها بگم. محمد آریا نسب یک برادر معلول داره، دوست داشت که اینجا باشه اما نتونست. میخوام هممون به افتخار برادر محمد یه دست جانانه بزنیم که وقتی تماشا میکنه کلی کیف کنه و ذوق کنه. اسمش چیه محمد؟ اسمش چیه؟ علی رضا آریا نسب علی رضا سلام. امیدوارم که محمد برادرت موفق بشه تا مرحله آخر رو بره و دفعه بعد که میاد ایشالا که تو هم بتونی بیای از نزدیک گل رو تو ببینیم. ایشالا علی رضا و محمد رضا دوتاشون دست بزن. آماده ای؟ راحت مسلط با شمارش من. 3 2 1 بفر. اینجا دوربین داشتیم، چرا رفتی اونجا؟ آره انگار مثلا علی رضا اونجا. آره خواستی یه ذره اختصاصی تر. آره متعجب. خیلی چیزایی میدی. آره خوب خوب حالا تو بچه سخت کوشی که از پیک موتوری و رستوران حالا خودش باشگاه داره و مربی یوسف. محمد چابه مرکندر. محمد چابه زرده نزن. مربیشو همراهش هم که الان با بچهشون بایستان پایی خودشون هم قراره بعدا یکی از شرکت کننده های ما باشن. بعدی رفتی ها زرگ نکن زرگ نکن خلا چرا یه دست رفت؟ اشکال نداره. اون بر برام ولی خیلی خوب بود. برام بر محمد خیلی خوب بود. ببین واقعا افشار خود من واقعا ولی به قول گرفته بود. یه چیز رفت، یه دستی رفت، دو تا دستش نبود. دستی می‌رفتی گرفته بودی. اشکال نداره. برو بالا آره. اشکال نداره. محمد رو تشویق کنیم. یوسف آقا یوسف آقا یوسف هم که با اون شوگولی خوشگل می آهستاده قراره یکی دیگه از شرکت کنند به آقا باشه. به به اشتباه رو همون موقع که بهش گفتم میرفت راحت میگرفت، بعد بار دوم تک دست رفت، اصلا گوش نداد. یه حرف حمید، یه حرف زشت تو دلت به من بزن، میدونم نمیزنی. نه بگو همینجوری فکر کن بهش. فکر کردی؟ نمیتونم. بگی دست، دست، حرف زشت، بگی دست. این میتونه استفاده اینجوری هم داشته باشه. دست بگی. دیگه الان میتونم بهت بگم دیگه. میتونم الان بهت بگم دیگه، تو دلم چه. آقای این چرا جلوی من گذاشتین؟ درگیرم باش. سواله ها خوب. میخوام برای بیننده هام حل شه. حالت خوبه این شکلی؟ آره منو میزنی آروم میشی؟ بزن. نه همینطوره میزنم، همین که این جلومه. هی اینو در میاری میذاری سر جاش و اینا. بیچاره بچهای دکور با هزار یک با این تمرکز بگیری بیا. یعنی اگه دکور قرار بود که از این چیزا نذار این جلوی من. شاید مثلا یه قطعه مهم می باشه، مثلا دراری برج مراقبت کامل بریزه.
نه خب دیگه میدونستم بچه های دکتر من مجری باشم. حمید رضا فتحی 31 ساله، رشته تخصصیش بدنسازیه و قراره روی صحنه مسابقه قهرمان بیاد. همراه شما و تماشاگران داخل استودیو تشویق میکنیم آقای حمید رضا فتحی رو. حمید رضا خوش اومدی. سلام. این که حمید رضا پیسه داره چون تو خیلی ماشاءالله اهل خورد و خوراک و غذا خوردن و اینایی، یه خوشبشی با خانواده میکنه و یه انرژی از اهالی منزل میگیره و میره که روی خط آغاز مسابقه ما بیسته. انشاءالله موفق باشی آقای فتحی. آماده این؟ بله. برو شروع کن. سه شمارش آقای قیاسی. دو سلش زیاد شده. یک بفرمایید. با تمرکز آفرین. از اون بچه های اهل کاره، همه زندگیشو کار کرده، کارگری پایین. یه لحظه فکرم کلا با ما حال نکرد اصلا داره میره. همین داده زمان هم در نظر بگیر. چرا میخوایی؟ به چی خیلی؟ باری کلا. آی آی نه 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 این کلا باری کلا. باری کلا ببین به جرأت بگم که چقدر جذاب بود. کار را که کرد آنکه رفت انجام نشد، برگشت نیمه راه دوباره برگشت و کرد و انجام داد. خوب خودشو نگرداش یوسف. خیلی باحال بود. باری کلا بهت. از حق قدیم گفتن دیگه، میگه اگه ما نتونستی رد کنی یا نتونستی بپری خودتو نگردار. چاخان خودتو نگردار. بابا نگاه کن خطریه الان شرایط. خیلی خطری میپره یوسف، داره میچرخه دور خودش. یه دونه تاب بخور بری. یا حمید، حمید با غیرت ها همین یه دونه است. آها باری کلا، باری کلا پسر چه تسلطی داره رو بدنش. وای حیف شد، واقعا حیف شد چون خیلی خوب، ولی این هیچی از ارزش اون حرکتی که کرد واقعا و نصف را برگشت کم نمیکنه. یه خیلی ها فکر کردن که میفته تو آب همین تو بارفیکس، اما با یه دست نگه داشت و رد کرد. خیلی خوشحالمون کرد. خب ثبته؟ نه پخش. نه دلیل داشت، نه دیر اومدنم رفتم اینا رو عوض کنم چون زیاد دست داده بودم بهش. خدا من آخر میترسم اینجا بریزه. نه نه فهمیدم تعویض کردم. از بچه‌ها بپرسم اینجا چند ریشته قدرت داره که نه نه خدا... شروع کردم اینا رو برده بودم بهانه‌ای بشه برای اینکه تو هی میپری زود شروع میکنی. اصلا شروع نمیکنم. بفهمید آقای تیموری. پس با من شروع میکنی؟ بله با شما، با آقای تیموری شروع میکنیم. بفهم. سه الان کدوم شرکت کننده است؟ داره میشه. دو یک بفهم. یک بله بفهم. امیر حسام حسینیان، بله تشویق می‌کنیم که روی صحنه بیاد. به رنگ آبی علاقه دارن و قرمز. با خانواده خوشوبش می‌کنه. حسینیان اینجا دیگه علاقه رنگ بندیت هم تقریبا نزدیک بود بزنه. کجا میاد رنگ آبی و قرمز رو دوست داری و داورا رو؟ سه دو یک بفر. آخی آخی میتونه به خاطر این زوج ارفاق میدیم. ارفاق میدیم. البته خب تو آبم نیفتاد. آره تو آبم نیفتاد ولی الان داشت ولی دکور ما رو خراب کرد. آره دیگه نمیتونی برگردی حتی چون خودت کندی اونو. امیر حسام ماشاءالله. خوبش اینه که رون به سر غرق نشه. ببین به نظر من اگر میداری میفتی بپر رون تو شکه.
که باعث میگه آقا پام با آب نخور. میپریدین اون دیگه. تشویقش کنید. ماشاءالله. یکم بدشانسی هم آورد. اون توشک تعادلشو به هم ریخت. اشکال نداره. امیرسام عالی بودی. خانم بهتون تبریک میگم. ولی شوهر ورزشکاره میتونست اون رو خانم این چه جمله جذاب گوش کن به جملات جذاب مردم گوش کن خانم تکرار کنین لطفا در هر صورت قهرمان تموم شد بله تموم شد و رفت بله بود عالی بود. آره من یه خورده بدشانسی هم آوردم. اولش تعادلم از دست دادم. ولی خوب بود. تجربه خوبی بود. به رنگ آبی علاقه دارن و قرمز. با خانواده خوشوبش میکنه. حسینیان. اینجا دیگه علاقه رنگ بندیت هم تقریبا نزدیک بود بزنه کجا رنگ بیاره؟ آبی و قرمز رو دوست داری و داورا رو سه دو یک بفرم آخی میتونه به خاطر این زوج ارفاق میدیم ارفاق میدیم البته خب تو آبم نیفتاد داره تو آبم نیفتاد ولی الان داشت ولی دکور ما رو خراب کرد آره دیگه نمیتونی برگردی حتی چون خودت کندی اونو امیرسان ماشاءالله خوبش اینه که رون به سر غرق نه ببین به نظر من اگر نیداری میفتی بپر اون تشکه که باعثی بگی آقا پام با آب نخور میپریدین اون دیگه تشویقش کنید ماشاءالله یکم بدشانسی هم آورد اون تشک تعادلشو به هم ریخت فرار اشکال نداره امیرسام عالی بودی ماشاءالله خانم بهتون تبریک میگم شوهر ورزشکاره میتونست اون رو خانم این چه جمله جذاب گوش کن به جملات جذاب مردم گوش کن خانم تکرار کنین لطفا در هر صورت قهرمان تموم شد بله تموم شد و رفت بله بود عالی بود آره من یه خورده بدشانسی هم آوردم اولش تعادلم از دست دادم ولی خوب تجربه خوبی بود تا آقای تیموری نیاد من شروع نمی کنم آقای تیموری بیاد تا من شروع کنم فکر میکنه که همیشه باید اونجا شروع کنی خودش اوله من از همینجا شروع میکنم و معرفی میکنم شرکت کننده بعدی رو علیرضا تهران 26 ساله از دهقان چی میگی؟ آقا بیا نه خوب شد علیرضا چی؟ تهران علیرضا دهقان 26 ساله از تهران بیا علیرضا جان بیا تو علیرضا دهقان 26 علیرضا ساله از تهران علیرضا دهقان من همراهش علیرضا تهران 26 ساله از دهقان آها چالا آماده ای پر انرژی سه دو یک ماشاءالله خوب رفت شهرم خیلی خوب رفت اون اولیه خیلی دلهوره آوره با اینکه آسونه ولی یه ذره من دلهوره میگیرم براشون ببین سختیش همینه خیلی فکر میکنی که اونو ساده رد کنی ولی احتمالا یک دفعه قصد اشتباه شما داشت که همون اتفاقی بیفته که نباید بیفته امشه هم داشتیم شکر کننده که حتی اومد توی سکره اول علی رضا دوست داشته و آتش نشان بشه آیسه و
ولی هنوز موفق نشده. امیدوارم که بتونه آتش نشان بشه. الان توی موزه کار میکنه. امیدوارم به هر هدفی که داره برسه. باورت میشه توی موزه کار میکنه؟ اینقدر بدن آماده ای داره؟ نه باید درست کنم. دیگه باید خیس چی علیرضا؟ الان این آخرین باره، یعنی مجبوریم که ریچالا رو همون تشکه اشکال نداره در وقت تشکی کردی افتادی اشکالی نداره همه اونا برام مثل میدونین یه وقت همه شروع شد دارم با مرکز صحبت میکنم داره درد دل میکنه باشه مرکز خداحافظ باشیم درد دل میکنه این تلفن قدیمی هست که قدیم همه میخریدن باش با کدوم مرکز یه سری بود سری اولا که گوشی اومده بود همه میخریدن فخر میفروختن به ماها حالا یکی از دوستامو همکارامو اینقدر موبایل دستتون اونم نخریده بود رادیو رو میذاش بغل گوشش میرفت بیرون مردم منم کارو میکردم از این آره. چیزا مد شده بود خب ولی من بیشتر خالی بود آره من بیشتر کار لو دادن بودم میگفتم باید همراهی میکنم خدا را شکر اون موقع من ندیدی شرکت کننده بعدی که یوسف وارد صحنه ما میشه حسین محمدی رنجبر از رفسنجان تشویقش میکنیم میاد روی صحنه قهرمان یه همراهی هم داره که حالا باز توضیحات بیشتر موقع اجرای بگو دیگه برای من هم داری میزنی نه نه اجازه بده من اونجا بگو کن که دلم آب شد نه خیلی خوش اومدی بگو آب نبات که دلم آب شد خیلی خوش اومدی قربانش من همراه تشریف بیارین روی فرش قرمز ما مگه میخواد بیاری تو رینگ بوکس حسین جان آماده ای با شمارش من خیلی دوستت دارم حسین 3 2 منو حلال کن 3 2 1 بفرمایید آری کلا چقدر راحت چقدر راحت این کارو میکنه برو عقب آوازی تو برو عباسی رو شما این کنار ببین و یکی از مربیایی که واقعا چندین قهرمان المپیک معرفی کرد. باریکلا. برای همین بهتم عباسی دیدی؟ آفرین. لباس باریکلا. تابش خیلی کم بود. کلی بهش گفتم ولی متاسفانه تمرکز نداشت. ایشالله اگه رفتیم بالا میدیم. ایشالله. رتبه 1 7 64 رو ضرب داره 7 کن منهای 0 64 کن چند میشه؟ چقدر شب سختی بود ولی شرکت کننده های ما بچه ها آمار رو به من دادن به ثانیه و صدم ثانیه 32 10 به اضافه 3 منهای 210 با 5000 نگفتم دیشب درسی بخون خب الان بهم دادن چی کیک چجوری میخوندن آقای ما جدول هم حتما برای شما به نمایش میذاریم آقای محمد رضا چاردولی آقای محمد رضا سلطانی آقای حمید رضا فتحی آقای عرفان سالاری مستقیم به مرحله بعد راه پیدا کردن همونجوری هم که دارین تماشا میکنین دو نفر هم شانس مجدد دارن
آقای حسین محمدی رنجبر و آقای حامد کردآبادی. این دو عزیز هم میرن برای شانس مجدد. آقای تیموری من رفتم دیگه، خودت بیا. آقای تیموری خواهش کردم بیا، زشته. آقای تیموری با هم خداحافظی کنیم. خداحافظی نمیخوای بکنی آقای تیموری با بیننده ها؟ آقای تیموری، آقای تیموری. باشه، سال نوتون مجدد مبارک، ماه مبارک رمضان نوش جون همه مسلمین. من و یوسف هم دعا کنید، یوسف و بیشتر. تا فردا شب، شب بخیر، خدا نگهدار. این مبدا کی ساخته؟ چاخانخانه بنده ساخته؟ بگه من تو رو تنها میذارم، با هم میریم بیرون. از بینندگان عزیز خدافزی، به حضور محترم آیه برنامه دیگه هم مسابقه قهرمان خدافزی.